بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنه. آیت الله خامنه ای میگوید آمریکا را گوشه رینگ بردیم. واسطه ای مثل رئیس جمهوری فرانسه ساده لو هست یا همدست آمریکا؟ با دو میهمان در این باره صحبت میکنیم و میپرسیم سرسختی آیت الله خامنه ای چه نتیجه ای دارد. همچنین در برنامه امشب به شدیدی در کشور برای جلوگیری از مقابله نظام جمهوری اسلامی ایران با پولشویی وجود داره. تأکید وزیر خارجه ایران بر لزوم پیوستن به FATF و کنوانسیون پالرمو، مخالفان کوتاه نمی آیند. فروش بخشی از سهام پرسودترین شرکت نفتی جهان آرامکو وارد بازار بورس ریاض می شود. و مساف تراکتور و استقلال، مسابقه‌ای که سیاسی و امنیتی شد، وزارت ورزش ایران کارگروه تشکیل می‌دهد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به گونه ای بر دشمنی با آمریکا تاکید کرده که هیچ روزنه ای از گشایش در روابط تهران و واشنگتن باقی نمی گذارد. او امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را فردی ساده دل توصیف کرده که حتی ممکن است با آمریکا هم دست باشد. سیاستمداری با بیشترین تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگوی ایران و آمریکا در سطح عالی. آیت الله خامنه ای اضافه کرده که آمریکا در یک گفتگوی فرضی هیچ امتیازی نخواهد داد. ولی در شرایطی که اکثر مردم ایران با فشارهای کمرشکن اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، سرسختی آیت الله خامنه‌ای چه نتیجه‌ای در پی دارد؟ امشب در آستانه 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران می‌پرسیم هیچ راهی در چشم‌انداز دیده می‌شود؟ اول گزارشی از باران عباسی. بعضی خیال می‌کنند که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می‌کنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه می‌کنه. دیدار سالانه رهبر ایران با دانش آموزان و دانشجویان، یک روز قبل از سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. میگوید مذاکره با واشنگتن ممنوع است و نتیجه ای نخواهد داشت. قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسلامی ساده لوحی میکردند و میرفتند مینشستند با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچی گیرشون نمیآمد. منتقدان حکومت ایران اما گفتگو را نه ساده لوحی بلکه قدم اول برای کاهش فشار حداکثری آمریکا می‌دانند. من معتقدم از دولت ترامپ اگر سیاست خارجی ایران اصلاح بشه، بنا به نیازهایی که خود ترامپ داره، جمهوری اسلامی میتونه امتیازهای بیشتری بگیره. ولی آقای خامنه‌ای همه مسیرها رو مسدود کرده و با استبداد رأی خودش خلاف نظر ملت و خلاف اکثر نمایندگان قریب به اتفاق نمایندگان همین مجلس خودش داره همون طبل باطل رو گوش میکنه. احتمال مذاکره بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بیش از یک ماه پیش اینجا قوت گرفت. نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. حسن روحانی اما گفته بود اول باید تحریم ها علیه ایران لغو شود و آمریکا به برجام برگردد. تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است. شرطی که به گفته رهبر ایران از سوی خود او تعیین شده بود. من یقین داشتم که این عملی نخواهد بود، اما برای اینکه خب همه روشن بشه براشون گفتم خیلی خوب، اینا از خطایی که کردند، از برجام خارج شدن، برگردن تحریما همه رو بردارن، بعد تو مجموعه برجام شرکت کنن، حرفی نداریم. بنده میدونستم نمیشه این. خب نشد، قبول نکردن. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از رهبرانی که در تلاش برای ترتیب دادن دیداری بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بود. اینجا به حسن روحانی میگوید شاید دیگر فرصتی مثل این پیش نیاید. پاسخ رئیس جمهوری ایران تنها خنده بود. آیت الله خامنه ای اما امروز جوابی روشن تر داشت. اینکه امانوئل مکرون یا ساده است یا همدست آمریکا. اینکه از اروپا هم کاری ساخته نیست. رها کنید
حالا نمیگم من رابطه ها رو قطع کردین، نه رابطه ها هم باشه، کاری کسی میتوانه بکنه بکنه، منتها دل نبندید به اونا، دل ببندید به داخل. آنچه آیت الله خامنه ای دل بستن به داخل می نامد، اما تا امروز گره ای از مشکلات اقتصادی ایران حل نکرده. با ادامه تحریم ها انتظار می رود اقتصاد ایران امسال 9.5% کوچکتر شود، ارزش ریال پایین تر بیاید و بیکاری افزایش پیدا کند. راه حل از نگاه رهبر ایران اما همچنان مقاومت است. انقلاب قوی تر از این حرف هاست، جمهوری اسلامی محکم تر از این حرف هاست، اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرده. باران عباسی، بی بی سی. موضوع رو به بحث میگیریم با هوشنگ امیراحمدی، استاد توسعه بین الملل در دانشگاه رادکارز از پرینستون نیویورک با ما، و همینطور شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. سال اول رو از هوشنگ امیراحمدی میپرسم. آقای امیراحمدی، دقیقاً یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده، 3 نوامبر سال دیگه در چنین روزی انتخابات برگزار میشه. آیت الله خامنه‌ای میگه مذاکره با آمریکا 100% اشتباهه. معناش اینه که دست کم تا انتخابات آمریکا همین آشه و همین کاسه؟ بله، عرض کنم که با عرض سلام برای بینندگان گرامیتون و شما و مهمونتون، عرض کنم حضورتون که آقای خامنه‌ای واقعا نمیدونه داره چی میگه. خود آقای خامنه‌ای خود شخصا مذاکره با برجام رو با آمریکا شروع کرد، در عمان خودش این جریان رو پیش برد تا روز آخر، همه مفاد و جریان این جریان رو هم تایید کرد. و بنابراین اینکه امروز میگه با امریکا نمیشه مذاکره که نباید کرد، ایشون باید به مردم ایران بگه چطور شد که شما 5-6 سال پیش سر برجام این کار کردی ولی چون نتیجه نگرفتی حالا به این نتیجه رسیدی که مذاکره نمیشه کردی. نکته اول، بنابراین ایشون داره خلط مبحث میکنه، داره واقعا متضاد صحبت میکنه. نکته دوم، عرض صحبت حضورتون که آقای خامنه‌ای همین چندی پیش گفت که اگر امریکا برگرده به برجام مذاکره اشکال نداره. اینو گفت. و اما همین آقای خامنه‌ای با آقای روحانی و آقای ظریف وقتی که آقای ترامپ در برجام هنوز بود مذاکره نخواستن بکنن. ببینید، یاد باشه آقای ترامپ به سرعت از برجام نرفت بیرون، یک سال ایشون رئیس جمهور بود و در برجام موند، بعد به این نتیجه رسید که باید بره بیرون. در اون یک سالی که تو برجام بود مرتب درخواست مذاکره با جمهوری اسلامی کرد. آقایون هم، آقای ظریف، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای آموزش بد دادن، بهش گفتن نخیر نکنیم، و چون عاشق برجام بودن و کار رو خراب کردن. بنابراین اینکه آقای خامنه‌ای الان میگه ما مذاکره نمی‌کنیم با اون مواضع قبلیش کاملا متغایره، مغایرت کامل داره. آقای شهید سالس، شما چی فکر میکنید؟ من هم سلام عرض میکنم به شما، بینندگان عزیزتون و آقای دکتر. عرض شود دو تا مسئله هستش. یکی اینکه آقای خامنه‌ای مذاکره با آمریکا رو اصولا ممنوع کرده و نمیخواد این انجام بشه، و دلیلش هم این هستش که آقای خامنه‌ای مثل اون شاگردی هستش که معلم بهش گفت بگو الف، نمیگفت، میگفت اگر بگم باید تا یه برم. آقای خامنه‌ای فکرش این هست که اگر مذاکره شروع بشه ممکنه کار به ایجاد رابطه بکشه. ایجاد رابطه یعنی روی کار اومدن تکنوکرات‌ها، قدرت گرفتن تکنوکرات‌ها، جایی که تو اون جامعه دیگه برای روحانیت هیچ مکان و موقعیت ویژه‌ای وجود نخواهد داشت. و درسته، فکر آقای خامنه‌ای درسته به نظر من. از طرف دیگه پایگاه داخلیش آقای خامنه‌ای به خطر میفته. به این دو دلیل محکم به این تز چسبیده آقای خامنه‌ای و درست هم فکر می‌کنه. اما یه مسئله دیگه، موضوع خود آقای ترامپ هستش. ببینید آقای ترامپ انگیزش چی بوده؟ انگیزش از این که از برجام اومده بیرون اینه، از زمان انتخابات هم این رو گفت، مبارزات انتخاباتیش، که این بدترین توافقی بوده که در تاریخ امریکا کرده. او هدفش این بوده که اون میراث اوباما رو از بین ببره و نشون بده که یک مذاکره کننده چیر دفتر و برتری است. آقای ترامپ
با کی اصلا به نتیجه رسیده، با کره شمالی به نتیجه رسیده، با چین به نتیجه رسیده، با اروپا به نتیجه رسیده، با همه دعوا داره. آقای ترامپ یک سیاست یک جانبه گرایی رو پیش گرفته و کارش با هیچ کس به سرانجام نمیرسه. ایران رو میخواد، از ایران چیزی میخواد که در واقع جمهوری اسلامی باید خودشو نفی بکنه، برنامه موشکیش رو متوقف بکنه، برنامه هسته‌ایش رو تا ابد محدود بکنه، فعالیت‌های منطقه‌ایش رو متوقف بکنه، یعنی جمهوری اسلامی خودشو نفی کنه. چنین چیزی هم اتفاق نمی‌افته. آقای امیر احمدی، شما خودتون مدتی بسیار تلاش کردید که بین ایران و آمریکا واسطه بشید، گفتگویی بین دو طرف ایجاد بشه، بعد یک مدت بعد گفتید که چنین چیزی ممکنه پاسخ نده، ولی حالا میگید که اگر جمهوری اسلامی وارد گفتگو با آقای ترامپ بشه ممکنه که نتیجه بده. با توجه به مواردی که آقای شهید سالس اشاره کردند، چه نتیجه ممکنه از این بیرون بیاد؟ کره شمالی رو ما داریم، نمونه چین رو داریم، کوبا هست مثلا. بله، اولا با چین رابطه ایران امریکا با چین درست شده، یعنی مذاکراتشون به نتیجه رسیده. در نکته دوم، اصلا ایران قابل مقایسه با کوبا و کره شمالی نیست. اینا دو کشور کمونیستی هستند. ایران یک کشور سرمایه‌داریه، یک حکومت آخوندی مذهبیه. اصلا مثلا این مقایسه معقول فارغه. من فکر کنم که ایرانیا نباید این مقایسه ها رو بکنن. من از همون روز اولی که آقای ترامپ سر کار اومد یه برنامه گذاشتم که آقای ترامپ با آقای روحانی همون هفته اول ریاست جمهوریش بردمش پیش و سفیر ایران تو سازمان ملل، گفتم که آقا این آقایون رو بردم، آقایون مال آقای ترامپ رو، که با روحانی ملاقات بکنن یا یک مذاکره تلفنی بکنن. قبول نکردم. به هر حال اونا، ترامپ همیشه آماده بوده مذاکره کنه، صحبت کنه. ببینید، مذاکره با اینکه چه نتیجه‌ای می‌گیرید دو تاست. مذاکره که در نفس خودش که مسئله ای نیست. کشور، ببین، ما بشر به اصطلاح هزارها هزار سال جنگید، در جبهه ها هم دیگر رو کشتن تا به این نتیجه رسیدن که بابا دیپلماسی هم هست، مذاکره روی میز هم هست. امریکا با ویتنام مرتب هم دیگر رو میکشتن، در پاریس مذاکره میکردن. این که شما مذاکره رو، نفس مذاکره رو نفی کنی، اصلا متمددانه نیست، اصلا بخشی از، یعنی در واقع چیزیه که مغایر با اصلا دستاورده اصلی بشر در تاریخشه. حالا آقای خامنه‌ای نمیخواد مذاکره کنه، هزار و یک بهانه میاره، ولی به اعتقاد من آقای ترامپ هم یه فرصت بود، هم یه تهدید. قبل از اینکه من یه سوالی رو در همین رابطه از آقای شهید سالس بپرسم، در یه مذاکره شرکت بکنن، به نتیجه برسن، بعد از اون مذاکره، از اون توافق خارج بشن، این چی؟ شما گفتید که مذاکره نکردن متمدنانه نیست. ببینید، امریکا در 200 خورده سال زندگیش هزارها مذاکره کرده، دهها معاهده امضا کرده، قرار داد، و جز در یکی دو مورد در برای همشون مونده سر جاش. ببین، متاسفانه اون چی که به نام برجام مطرح شد و مطرح هست اصلا یک قرارداد نبود، یک چیزی بود که حتی آقای کری هم امضاش نکرده بود، یک چیزی بود بین چند نفر آدم، اصلا این معاهده نبود، قرارداد نبود، جایی ولی قطعنامه شورای امنیت پشتش بود. به هر حال اون بحث ما نیست، ولی آقای شهید سالس، بله، نه شهید سالس، نکته ای که آقای امیر احمدی دارن اینه که خیلی خوب، حالا شما ممکنه که از مذاکره چیزی حاصل نشه، ولی نفس مذاکره چه ضرری داره که اینقدر ازش گریز هست در ایران؟ من گفتم توی سال اول، داستان اون شاگردی هستش که الف نمیگفت. آقای خامنه‌ای ترسشون، من متوجه پاسخ سال اول شما هستم، ولی خب در مذاکره هم میتونن وقت کشی کنن. همین برجام پایش 10 سال پیش گذاشته شد، به خاطر اینکه به نتیجه برسه مدت‌های زیادی طول کشید، ولی دو طرف تونستن با هم دیگه صحبت بکنن. چه حاصلی داره وقت کشتن؟ ببینید، من خیلی عذر بخوام این وسط بیام، وقتی که آقای ترامپ اومد سر کار، برای یک سال از برجام نرفت بیرون. اگر در اون یک سال جمهوری اسلامی با ترامپ وارد مذاکره میشد، به این مذاکره 5 سال ادامه میداد، تمام این تحریما انجام نمیشد، برجام سر جاش بود،
این معافیت‌های به اصطلاح تحریمی سر جاش بود و جمهوری اسلامی برنده بود. ببین یک عده خیلی عذر میخوام نادان طرف ایران مثل آقای ظریف و آقای روحانی رفتن با آقای خامنه ای گفتن و آقای خامنه ای هم دنبال بهانه بود که آقا اگه میخوام دوباره مذاکره کنیم اینا دنبال بوشکا و اینامون هستن. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که خود آقای جان کری که با آقای ظریف مذاکره کرد همین 6-7 ماه پیش اومد گفت اگر ما هم بودیم جای آقای ترامپ ما دوباره مسئله چیزا برجام رو وصل میکردیم به موشک ها و اینا و اگه به نتیجه نمیرسیدیم ما هم از برجام بیرون میرفتیم. یعنی خب آقای امیر احمدی ما نمیدونیم که چه کسی آیت الله خامنه‌ای رو متقاعد کرده. اتفاقا تصور غالب بر اینه که گویا تیم آقای روحانی از جمله آقای ظریف بسیار علاقمند به گفتگو هستند. در هر صورت آقای شریف‌زاده شما پرسیدید که چه فایده‌ای داره مذاکره‌ای که فقط وقت کشی باشه، ولی من سوال من از شما این بود که فرار از مذاکره چه دستاوردی داره؟ اگر مذاکره‌ای صورت بگیره چه زیانی رو متوجه حکومت میکنه، چه زیانی رو متوجه دولت میکنه؟ من خدمتتون عرض میکنم اصلا بحث آقای ترامپ و اینکه یک سال در برجام ایشون موندن و اینها نیستش. آقای خامنه ای زمانی که برجام امضا شد هنوز مرکبش خوش نشده بود، این زمان آقای اوباماست که آقای اوباما اصلا دنبال بهبود رابطه با ایران بودش، اصلا بحث آقای ترامپ نبود اون موقع. آقای خامنه ای همون موقع برگشت گفت مذاکره در هر زمینه دیگه با آمریکا ممنوع است. امام مذاکره با آمریکا رو ممنوع کردن، من هم میکنم، فقط بحث ما بحث هسته‌ای بوده و سلام نامتم. حالا چرا مذاکره نمیکنه آقای خامنه ای؟ بحث مذاکره 30 سال از زمانی که آقای خامنه ای اومده سر کار همجور مطرح بوده. آقای خامنه ای ترسش، من یک بار دیگه میگم، ترسش اینه که این مذاکرات به ایجاد رابطه بکشه. اینی که میگه نفوذ، آقای خامنه ای همینجور یه حرفی رو هوا نمیزنه. واقعا از این مسئله نفوذ امریکا واهمه داره. نفوذ امریکا یعنی یا تغییر شکل حکومت، تغییر ماهیت حکومت یا سقوط حکومت. بنابراین آقای خامنه ای میدونه که مقدمات مذاکره ای که بخواد طولانی بشه و مذاکره پایدار بشه بین دو کشور که به بهبود روابط بی انجامه، معادل تغییر ماهیت رژیم و سیستم ایران هستش و یا سقوط سیستم هستش. پس اگر این فرضیه شما رو قبول بکنیم، جمهوری اسلامی در مذاکراتی مثل برجام هم چندان صداقتی نداشته و اونطور که بعضی از مقام های آمریکایی میگفتند روح برجام رو نقض میکرده، این درست بوده؟ حالا من حالا خدمت رو عرض میکنم. در مورد برجام آقای خامنه ای اگر یادتون باشه اومدن اون تز نرمش قهرمانانه رو مطرح کردن، اما چیزی که اونجا بودش حدود 10 سال مبارزه بر سر غنی‌سازی بودش. ایران میخواست به غنی‌سازی برسه و غنی‌سازی رو وقتی قبول، یعنی مذاکرات مخفیانه ای که بین آقای برنز و آقای خاجی و همراهانشون انجام میشدش، بالاخره بر سر این بود که امریکا غنی‌سازی رو قبول بکنه. بسیار. این برای آقای خامنه یک دستاورد بود، یک پیروزی بود. برابری اون تا اونجا قبول کرد. ادامه اون که بخواد به بهبود روابط بیانجامه یا دعوا مرافعه رو بین دو کشور کاهش بده یا حل بکنه، نه، آقای خامنه‌ای به دنبال اون نیست. خیلی خوب. آقای امیر احمدی، اگر این طور است که گویا چندان ایران یا آیت الله خامنه‌ای مذاکره رو به نفع خودش نمی‌بینه، حالا به هر دلیلی که شما به بخش‌هایی از اون هم اشاره کردید، چطور میشه خطر جنگ رو رفع کرد؟ در همین 2-3 ماه اخیر چند بار منطقه تا آستانه یک جنگ پیش رفته. بله، اولا بگم که آقای خامنه‌ای به یه دشمن نیاز داره. تمام دیکتاتورها و تمام حکومت‌هایی که علیه مردمشون کار می‌کنن یا مردمشون گوش نمیدن، اینا معمولا دنبال یه دشمنن. آقای خامنه‌ای هیچ کشور رو که بهش نفروختن، 80 میلیون نفر آدم هم بهش نفروختن، 90% ایرونیا این رابطه رو می‌خوان. آقای خامنه‌ای بهتره به اون 90 میلیون نفر گوش بده. 90% مردم، یعنی 70 میلیون نفر آدم، اینا آدمن، اینا ایرانیان هستن. خب البته ارزیابی خیلی دقیقی هم نشد آقای امیر احمدی، با چه شواهدی میشه این رو ثابت کرد؟ حالا شما بگید 80%، 70%، 60%، بابا واقعیت اینه که شما هست ایرانی رو که ببینید غیر از براندازا این رابطه رو میخوان، غیر از اونایی که دنبال تحریم
تحریم رو ایران هستند براندازند، این رابطه رو میخوان، مردم ایران اینو میخوان. حالا مهم نیست چند درصد. نکته دومی که من دارم اینه که آقای خامنه ای باید بالاخره در تحلیل نهایی ببینه که میخواد آخر این خط چیه. خودش گفته، خودش بارها و بارها گفته که آقا این رابطه درست نمیشه، یا اینکه ما از بین بریم یا امریکا از بین بره. یعنی تضادشون رو لاینحل میدونه. به نظر من در تحلیل نهایی خب معلومه که امریکا از بین نمیره، جمهوری اسلامی از بین میره، هیچ شک توش نکنید که جمهوری اسلامی در این دعوا از بین میره، چه جنگ بشه چه نشه. یک روزی مثل همون داستان غنی‌سازی آقای خامنه ای دوزاریش میفته، چون همیشه دوزاریش دیر میفته، دوزاریش میفته که ایداد بیداد باید مذاکره بکنه، اما اونجا جاییه که دیگه کاملا امریکا لختش میکنه. یعنی هم موشکشو میگیره، همینو از کشور منطقه که خارج کرده، بعد بقیه غنی‌سازی رو میگیره و ازش یک شیر بیال دم میذاره. هم اکنون هم هستش. ببینید متاسفانه جمهوری اسلامی دوزاریش دیر میفته، دقیقه 90، حکومت دقیقه 90. که من بهتون قول میدم همین نکته رو وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید همین نکته رو من از آقای شهید سالس هم بپرسم. چطور در این طور شرایط تنش‌آلود میشه خطر جنگ رو از منطقه رفع کرد؟ کوتاه. به نظر من از اون زمانی که آقای ترامپ اومد و مسئله برجام رو مطرح کرد، من هم در مقاله هام نوشتم و هم در مصاحبه هام گفتم خطر جنگ وجود داشته. خطر جنگ رو امکان نداره بشه از بین برد. یه مسئله هستش، آقای ترامپ از جنگ به شدت اجتناب میکنه، این تزشه، این نظریهشه، این فکرشه، بازی هم در نمیاره، رول هم بازی نمیکنه، نمیخواد امریکا وارد جنگ جدیدی بشه. به اضافه اینکه در دوره‌ای که الان آقای ترامپ هستش برای انتخابات، امکان نداره که تحت هر شرایطی هر چقدر هم فشار بیاد دست به یه همچین قماری بزنه که انتهاش معلوم نیستش. اما اگر ما به دوره دوم انتخابات امریکا بریم و آقای ترامپ اونجا انتخاب بشه، اگر انتخاب نشه خب داستان فرق میکنه، اگر انتخاب بشه به نظر من خطر جنگ با توجه به اینکه ایران سیاست بحرانسازی مدیریت شده رو در منطقه در پیش گرفته و بحرانسازی میکنه، بلکه بتونه از کمند این مشکلات بیرون بیادش، خطر جنگ به نظر من در اون دوره اگر آقای ترامپ باشه بسیار بالا هستش. ممنون، سپاسگزارم از شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن با ما، و همینطور هوشنگ امیرحمدی، استاد توسعه بین الملل در دانشگاه راتگرز از پرینستون در نیویورک آمریکا. اما وزیر خارجه ایران میگوید دامن نظام جمهوری اسلامی از پولشویی پاک است، ولی بعضی از گروه‌های فشار و باندهای قاچاق هزاران میلیارد تومان پولشویی میکنند. محمد جواد ظریف که در مجلس حرف میزد بر لزوم پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی تاکید کرد، ولی مخالفان کوتاه نمیآیند. فرین عاصمی گزارش میدهد. یک گروه های فشاری هستند که اینها از پولشویی منافع دارند، هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت میبرند. حضور وزیر خارجه ایران در جلسه علنی مجلس برای هشتمین بار در 3 ماه گذشته. او و دولت روحانی مدافع اصلی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو هستند. اتهامی که بر جمهوری اسلامی وارد می‌کنند این است که به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندد به خاطر اینکه نمی‌خواهد با پولشویی و تروریسم مقابله کند. او گفت که دامن حکومت ایران از اتهام حمایت از تروریسم پاک است. بنده که معروفم در دنیا، صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو ببینید، بنده معروفم در دنیا به این که سینه چاک می‌کنم برای دفاع از منافع این مردم و منافع جمهوری اسلامی. شما عنوانی که وزیر خارجه آمریکا به من داده رو و باعث افتخار بنده است شنیدید؟ اشاره محمد جواد ظریف به توییت فارسی وزارت خارجه آمریکا است که چندی پیش از قول وزیر خارجه آمریکا آقای ظریف را مالکش اعظم خوانده بود. با این حال صحبت‌های پرحرارت آقای ظریف با واکنش مخالفانش در مجلس همراه بود، به خصوص اینکه برای شرکت در جلسه شورای امنیت ملی مجلس را زود ترک کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF هدفش بستن راه‌های استفاده از نظام بانکی بین‌المللی برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این کارگروه 3 ماه یعنی تا فوریه 2020 به ایران مهلت داده تا به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو بپیوندد.
دولت خواستار پیوستن به این کنوانسیون است و بارها از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته آن را تصویب کند. تصمیم گیر در این کشور یا دولت یا مجلس یا رهبری است. رهبری چند بار به من گفتن، نه یک بار، چند بار به من گفتن با این لوایح چهارگانه من مخالفتی ندارم. اما تندروهای حکومت ایران مدت هاست که با آن مخالفت می کنند. از جمله روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که آن را خواسته مشترک دولت روحانی و ترامپ نامیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم اخیراً گفته بود رهبر با تصویب این لوایح موافق است. ما در جلسه سران سه قوه دو بار یا سه بار تصویب کردیم که این دو تا لایحه برای اداره کشور الان بسیار ضروریه. هر دوباره که تایید کردیم آقا تایید کردن که این لوایحتون تصویب بشه چون لوایح داخلی هست. ولی همینجور مونده. اما پس از این گفته ها غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی گفت رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه هیچ دستوری نداده و اگر موضوع را به مجمع اعلام کند مجمع تابع اوست. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در توییتر این گفته ها را تکذیب کرد. آیت الله خامنه ای اگرچه گفته که با بررسی این لوایح در مجلس مشکلی ندارد، اما هیچ اظهار نظر علنی درباره تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته است. اما مخالفان این لوایح معتقدند که در صورت تصویب راه‌های دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. تمام ورودی‌ها و خروجی‌های معاملاتمون، مبادلات بانکیمون رو شفاف و آنلاین در اختیار نظام بین‌المللی بگذاریم. خب این در حقیقت در کشوری که شما حساب کنید در دوران تحریم به سر می‌بره و بالاخره مجبوره در زمانی که در فشار بین‌المللی هست تحریم‌ها رو به نحوی دور بزنه، خودمون به دست خودمون خود تحریمی می‌کنیم. موافقان اما میگویند اگر این لوایح تصویب نشود مبادلات بانکی و مالی ایران مختل میشود. حضورمون در مجموعه FATF برای سیستم بانکی ما و تبادلات مالی بین المللی ما حتما مفیده و کارسازه. فکر میکنم نبودش ممکنه مشکلاتی برای ما ایجاد خواهد. بیشتر کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون ها پیوستند. ایران برای پیوستن به آنها فرصت چندانی ندارد. توصیه های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF الزام آور نیست، اما رعایت نکردن آن مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر میگذارد. باید دید موافقان پیوستن به لوایح پالرمو و CFT در ایران برنده خواهند شد یا نظر مخالفان غالب خواهد شد. فرین آسمی، BBC. خانم جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل از پاریس با ماست. آقای شعله سعدی، امروز یکی از مقام‌های دولتی گفته که اگر FATF تصویب نشه ایران، بانک‌های ایرانی حتی با بانکی در افغانستان یا سوریه هم نمیتونن تجارت بکنن، مبادلات مالی و پولی انجام بدن. چطور چه این چیزی ممکنه؟ کمی این رو باز کنید برای ما لطفاً. ببینید، حالا اگر به نوعی بشه گفت عضویت در این FATF یا در واقع تصویب لوایحی که FATF اونا رو تشویق میکنه به تصویبشون، باعث میشه که یک تمام مبادلات بانکی کشورها به صورت در واقع واضح و قابل رصد شدن باشه و این تنها راه و شرطی هست که در واقع یک کشوری بتونه نظام بانکیش با نظام بانکی بین‌المللی ارتباط داشته باشه. در واقع مسئله این هست که اگر که هر کشوری این در واقع چراغ سبز رو از FATF نداشته باشه، بقیه بانک‌های دنیا قادر نخواهند بود به دلیل ریسکی که در واقع ایجاد خواهد شد با اون کشور یا بانک‌های اون کشور هیچ مبادله‌ای داشته باشند. و خب این حرف درست هست که اگر ما در واقع جزو لیست سیاه FATF به صورت افکتیو و قطعی در بیایم، عملاً با هیچ بانک دیگه‌ای در خارج از ایران مبادلاتی نمیتونه انجام بشه. چطور هست که خیلی از کشورهای دیگه که ممکنه رابطه بسیار گرمی با ایالات متحده آمریکا نداشته باشند یا با غرب نداشته باشند چنین چیزی رو پذیرفتند، ولی در ایران اینقدر مشکل و اینقدر ترس وجود داره؟ خب این یک بخشش برمیگرده به ساختار جمهوری اسلامی و در واقع مراکز تصمیم گیری و قدرت در جمهوری اسلامی. خب ما میدونیم که دولت به عنوان در واقع مجری
اقتصاد کلان کشور که باید پاسخگو به ملت باشه به نوعی خیلی مصر هست که این لوایح تصویب بشه و اینکه در واقع مشکل ایجاد نشه برای نظام بانکی که بتونه حداقل‌هایی رو ایجاد بکنه و انجام بده در اقتصاد ایران. از اون طرف ما خب مراکز دیگه قدرت رو داریم که اونها صلاح نمیدونن به خاطر مبادلاتی که ایران انجام میده این در واقع عضویت رو پیدا بکنه و این چراغ سبز رو بگیره و تحریم رو در واقع می‌دونن که ما به خاطر وضعیت تحریم باید دور بزنیم تحریم رو و اگر ما تمام مبادلات بانکیمون رو مشخص بکنیم عملاً حتی به مقدار کوچک هم نمیتونیم تحریم رو دور بزنیم. من البته خیلی موافق این تز و تئوری نیستم و من فکر میکنم که حتی با تصویب این لوایح ایران امکان بیشتری پیدا میکنه تا اینکه بخواد حتی به قول بعضی از متصدیان ایران تحریم رو دور بزنه یا اینکه بخواد در واقع از یک معافیت‌هایی استفاده بکنه یا مقدار کمی هم که شده مبادلات خارجی رو نگه داره. آقای روحانی در گزارش هم داشتیم که از آیت الله خامنه‌ای نقل قول کرد که چند بار گفته که با تصویب شدن این لوایح مشکلی نداره. اگر این طور هست چرا نهادهای متعدد کنار نمیان با این موضوع؟ من فکر میکنم که این مسئله FATF به حدی در ایران رو در یک دوراهی قرار داده و دو تا تز و تئوری در واقع آنچنان در مقابل هم قرار گرفتن که عملا این تکلیف لوایح FATF و سرنوشت در واقع نظام بانک ایران به نظر من فقط به دست آیت الله خامنه ای مشخص خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد، حالا چه اینکه ایران بخواد این لوایح رو تصویب بکنه یا اینکه نخواد تصویب بکنه. و این شرایطی که تا الان ادامه پیدا کرده که خب شرایط نسبتاً مناسبی برای ایران بوده، ایران همچنان عضویتش رو در واقع تثبیت نکرده توی این کمیسیون ها، ولی خب همچنان هم به صورت فعال و افکتیو توی اون لیست سیاه نرفته، ولی خب این لیمیت زمانی دیگه تموم شده و به نظر میاد که ایران در یک دوراهی تصمیمی هست که باید حتما تصمیم گیریش رو انجام بده. هرچند من فکر میکنم که مبادلات خیلی کمی که ایران با نظام بین المللی بانکی داره این رو توجیه نمیکنه که در واقع تمام مسائل بانکیش رو بخواد در اختیار غرب قرار بده، در حالی که من فکر میکنم این در یک مذاکرات وسیع تری میتونه مورد معامله قرار بگیره و ایران به عضویت در این کنوانسیون ها در بیاد به صورتی که نظام بانکی بین المللی هم قبول بکنه یک حداقل هایی رو با ایران در واقع مبادلات انجام بده و تعاملی رو با ایران انجام بده. این نباید یک طرفه باشه، فقط طرف ایران. آقای شعله سعدی اینقدر میگن لیست سیاه لیست سیاه، اومدیم و ایران در این لیست سیاه قرار گرفت، بیرون اومدن از لیست سیاه کار دشواریه؟ بله، حتی همین الان هم کار ایران بسیار سخت هست. ببینید نظام بانکی بین المللی تا وقتی چرخش میچرخه، حتی اگر بد هم بچرخه به هر حال میچرخه، ولی اگر که ما در واقع تو شرایط الان ما قرار گرفتیم و این مبادلات بسته بشه، باز کردن این مبادلات همیشه زمان میبره و بسیار سخت است. من فقط یک مثال کوتاهی بزنم، وقتی که ما در واقع مورد تحریم قرار گرفتیم به صورت خیلی زود این مبادلات بانک ایران عملا متوقف شد و دیگه بانک ها با ایران کار نکردن، ولی وقتی که برجام امضا شد و ما عملا قانونا هیچ مشکل بانکی با خارج نداشتیم و میتونستیم در واقع مبادلاتمون رو از سر بگیریم، ولی به خاطر دقیقا همین معضلاتی که توی این مسائل وجود داشت، بانک های بزرگ دنیا هیچ وقت بعد از برجام تلاش نکردن که با ایران مبادلاتی انجام بدن، حتی در زمانی که در واقع دولت اوباما روی کار بود و تهدیدات ترامپ وجود نداشت و بانک های بزرگ عملا این تصمیم رو گرفتن که همچنان ایران رو در وضعیت تحریمی نگه دارن و این باعث شد که عملا برجام وضعیت اقتصادیش به رونق نیانجامه. سپاسگزارم از محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل از پاریس با ما. شرکت آرامکو عربستان بخشی از سهام خود را در بازار بورس ریاض عرضه می کند. این اقدام برای کاهش وابستگی عربستان به نفت و تأمین مالی برنامه بلند پروازانه ولیعهد سعودی برای توسعه اقتصادی و رفاهی این کشور است. ارزش این شرکت حدود 1200 میلیارد دلار برآورد شده. پرهام قبادی گزارش می دهد. اعلام عرضه سهام شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی در بازار بورس ریاض.
این یعنی سرمایه گذاران عمومی حالا می توانند بخشی از سودآورترین شرکت جهان را بخرند، شرکت نفتی که تا حالا دولتی بوده. این واقعا روزی تاریخی است. ما با خوشحالی اعلام می‌کنیم که سهام شرکت آرامکو سعودی را در بازار بورس عربستان عرضه می‌کنیم. مدیر عامل آرامکو می‌گوید که حمله دو ماه پیش به تأسیسات نفتی این شرکت تأثیری در شرایط مالی و تجاریش نداشته. حمله ای که عربستان و غرب گفتند کار ایران است، اما ایران این ادعا را رد کرد و گفت کار حوثی‌های یمن است. به گفته منابع آگاه، انتظار می‌رود آرامکو فعلاً 1-2% از سهام خود را در بازار بورس ریاض عرضه کند که حدود 20-40 میلیارد دلار ارزش دارد. خبرگزاری بلومبرگ می‌گوید کل شرکت آرامکو ارزشی معادل 1200 میلیارد دلار دارد. البته عربستان می‌گوید که این رقم 2000 میلیارد دلار است. عربستان بعد از ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد و بعد از آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت است. این اقدام اخیر عربستان بخشی از برنامه اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است. برنامه اقتصادی که چشم‌انداز 2030 نام گرفته برای تحول اقتصاد این کشور تا سال 2030 میلادی با هدف کاهش وابستگی اقتصادی عربستان به نفت. رکن اصلی برنامه 2030 کاهش اتکای عربستان به اقتصاد نفتی بود و عربستان نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری و منابع مالی داره که بتونه اقتصاد خودش رو، یعنی وابستگی اقتصاد خودش رو به نفت کم بکنه. واگذاری سهام آرامکو در بورس یکی از اقداماتی هست که میتونه به عربستان کمک بکنه که با کاهش وابستگی خود به اقتصاد نفتی بتونه در راستای برنامه 2030 قدم برداره. این برنامه همچنین شامل سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی است برای بهره بردن از آفتاب سوزان در بیابانهای وسیع این کشور. بدون شک عرضه سهام در بازار بورس گامی مهم برای تحقق چشم‌انداز 2030 است و به برنامه‌های مورد نظر برای تحول کشور کمک خواهد کرد. توسعه صنعت گردشگری از دیگر برنامه‌های این چشم‌انداز است. دو ماه پیش عربستان گفت درهای کشور را برای اولین بار به روی توریست‌ها باز می‌کند، با تسهیل ویزای توریستی برای اتباع 49 کشور و سختگیری کمتر برای پوشش زنان گردشگر. عربستان می‌خواهد تا یک دهه آینده 3-10% از درآمد ناخالص ملی‌اش را از گردشگری تأمین کند. با توجه به آگاهی عمومی در مورد تغییرات اقلیمی، استراتژی آرامکو هم از نفت داره به پتروشیمی و گاز و الینجی تغییر پیدا میکنه که میتونه با استقبال خوب سهامداران و کشورهایی که مایل به خرید سهام این شرکت هستند روبرو بشه. حالا تأمین منابع مالی برای تحول اقتصادی عربستان به استقبال سرمایه گذاران منوط شده در دنیایی که در حال فاصله گرفتن از نفت است. فرهام قبادی، بی بی سی. حسین ابن یوسف تحلیلگر حوزه نفت و انرژی از واشنگتن با ما هستند. آقای ابن یوسف، تا چه اندازه اتفاق بزرگی است؟ آیا میشه گفت که گامی که مدت ها بود عربستان سعودی میگفت برمیداره رو بالاخره برداشت؟ با درود به شما و بینندگان، ببینید بازار جهانی نفت و به تبع اون قیمت نفت متأثر از عوامل مختلف هست و چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا، مراودات اقتصادی بین کشورها، مسئله تحریم‌ها، استفاده از انرژی‌های جایگزین، قدرتگیری یا ضعف سازمانی مثل اوپک، همه اینها تاثیرگذار هست روی قیمت‌ها. اما اونچه که عربستان سعودی مدت‌هاست دنبالش بوده اینه که یک عدم وابستگی جدی ایجاد بکنه به یک اقتصاد تک محصولی که اون کار درستی است اگه بتونه انجام بده. اما هدف تنها تأمین درآمد و به اصطلاح پول برای اون اهدافی که گفته شد به راستی نیست، چون اگر هدف این بود با تشخیص درست اینه که دنیا حاضر به پذیرش چنین رفتاری از سوی عربستان و سهامی کردن این نبود در 3 سال پیش، تا الان هم اتفاق نیفتاده و در حال حاضر، یعنی در گذشته مبنا رو بر این قرار دادن که عربستان سعودی 5% سهام این شرکت نفتیش رو که بر مبنای ارزش 2000 میلیارد دلاری بنا شده بود این رو در بورس‌های بین‌المللی عرضه بکنه و درآمدی برابر 100 میلیارد دلار از این طریق داشته باشه. چون اون عملی نشد، یک راهکار دیگری رو عربستان سعودی استفاده کرد و اون
عملا گرفتن پول زیر پوشش مبارزه با فساد و عواملی نظیر اون در چند سال پیش بود که بیش از 100 میلیارد دلار از این راه توانست پول جمع بکنه. اما این پول عملا به مصارفی که الان گفته شد به راستی نرسید، بیشتر برای خرید اسلحه و ایجاد تنش بیشتر استفاده شد. اما به طور کلی فروش سهام کار مناسبی است. زمینه‌های این کار رو در داخل عربستان جور کرده، تغییراتی در ساختار وزارت نفت و شرکت نفت ایجاد کرده و آمادگی ارائه این رو پیدا کرده و همینجوری که گفته شد، با اینکه تاریخ مشخصی برای این کار هنوز اعلام نشده ولی زمینه سازی شده. بورس بین المللی به طور کلی پذیرای چنین کاری نیست، به خاطر اینه که اونها متقاضی شفافیت کامل در این زمینه ها هستن. برای کشوری که حتی اعلام یک عددی به عنوان ذخایر به اصطلاح ثابت شده نفتیشون جز اسرار مملکت محسوب میشه، خب این کمی به اصطلاح واقعا سخته پذیرش این. پیش شرطی رو که سرمایه گذارها دارند همیشه امنیت منابع، امنیت تولید هست، امنیت سرمایه است. و با شرایطی که عربستان به وجود آورده برای خودش، قتل فجیع قاشقچی، به حاشیه نشوندن مذهبیون افراطی و چیزهای دیگه، به سختی حتی برای سرمایه‌گذاری. آقای ابن یوسف دقیقاً به نکته جالبی اشاره کردید. همین، با توجه به اینکه حمله به تاسیسات آرامکو رو داشتیم، وضعیت بین المللی عربستان سعودی، تنش‌هایی که معلوم نیست داره به کدوم سمت میره، خود همین عدد 2000 میلیاردی که گفته میشد و الان 1200 میلیارد چقدر عددی واقعی است به این معنا که عربستان سعودی بتونه در دنیای بازرگانی و تجارت و اقتصاد از اون در دراز مدت کسب درآمد بکنه؟ اینها به گونه ای به این مطلب اذعان کردن که اون مبنایی رو که قبلا داشتن 2000 میلیارد دلار مبنای صحیحی نبوده و در برابر دادن 5% سهام بر اون مبنا الان صحبت این هست که 10% این کار رو، یعنی 10% سهام رو در مجموع در آینده بتونن بفروشن. حالا کلکی که زدن اینجا اینه که در مورد بورس داخلی صحبت تنها از همون 5% هست که از این 5% 3%ش رو سرمایه گذاران عرب بتونن بخرن، یعنی عملاً خود مردم در عربستان سعودی بتونن این رو بخرن و 2%ش رو خارجی ها بتونن بخرن. حالا این 2% خارجی ها کیا میاد بخرن؟ کسانی که توان انجام این کار رو دارن یا براشون جالب هست یا تخصصی در زمین های نفتی دارن، شرکت های بزرگ نفتی، شرکت های خدماتی. اینها در برابر سهامداران خودشون به راستی مسئولیت دارن. اگر به فرض اینه که از نظر مالی بتونه اون جذابیت رو داشته باشه، هنوز در برابر سهامدارها مسئول هستن و به راحتی نمیتونن این سرمایه گذاری ها رو بکنن. و سرمایه گذاران داخلی هم، اونها هم دنبال امنیت سیاسی، امنیت مالی و فیزیکی هستن و با این دگرگونی ها و شرایط ناگواری که عربستان الان باش روبرو هست، بسیار بعید به نظر میرسه که این موفق باشه. و تازه این اجازه‌ای که داده شده یک اجازه دائم نیست، این بورس یک فرصت 6 ماهه داره برای اینی که بتونه متقاضیانی رو در داخل و در خارج جلب توجه اونها رو بکنه و این سرمایه گذاری ها انجام میشه. ممنونم از حسین ابن یوسف، تحلیلگر حوزه نفت و انرژی از واشنگتن با ما. روی سکوهای استادیوم یادگار امام تبریز این هفته اتفاقهایی افتاد که به دستگیری 7 نفر منجر شد به اتهام اقدام خلاف امنیت ملی. وزارت کشور ایران میگوید با افرادی که پرچم کشورهای دیگر را در بازیهای لیگ به استادیوم میبرند برخورد میکند. وزیر ورزش ایران هم دستور داده کارگروه به قول او صیانت از ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در محیطهای ورزشی تشکیل شود با شرکت نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از پوریا ژافره که حوادث این هفته مسابقه تراکتور استقلال رو مرور کرده. این یک مسابقه بین المللی یا ملی نیست، اینجا هم ترکیه نیست، اینجا تبریز است و مسابقه ای از لیگ برتر فوتبال ایران.
مهمترین مسابقه هفته پیش لیگ برتر بین تراکتور و استقلال تهران، مسابقه تعیین کننده در کورس قهرمانی. هرچند برای عده ای از تماشاگران مسائل دیگری مهمتر است. گزارش شده تشویق کشور همسایه یعنی ترکیه که اینجا و قبل از سوت شروع مسابقه شنیده می شود تا دقیقه 90 و شکست 4-2 خانگی تراکتور ادامه داشت. با چاشنی سلام نظامی به نشانی حمایت از حمله ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه. این اولین باری نبود شعارهایی در ستایش مردم ترک زبان روی سکوهای استادیوم یادگار امام تبریز به گوش می رسید. اما این بار انگار حجم و شدت آن بیشتر از هر دفعه دیگری بود. از سال 88 که تراکتور به لیگ برتر برگشت، در ابتدا حضور این تیم و همون رجزخانی ها و کرکری های رایج بین همه تیم ها تنش مشخصی وجود نداشت، اما به تدریج بخشایی از سکوها تند شد به نحوی که حتی اونها در شبکه‌های اجتماعیشون به طور علنی ابراز میکنن که ما هدفمون فوتبال نیست و مسائل دیگه‌ای رو دنبال میکنیم. به طور مشخص خود باشگاه تراکتور هم خرداد امسال از اونها شکایت کرد و گفت اینا دارن به تراکتور لطمه میزنن. یعنی یکی از دلایلی که تراکتور به جام نمیرسه خود همین ها هستند که فوتبال رو اجازه نمیدن اولویت باشگاه تراکتور باشه. و در طی روزهای گذشته به طور مشخص سازماندهی میکردن تو شبکه‌های اجتماعی که باید سلام نظامی داده بشه، ارتش ترکیه تشویق بشه. پلاکارت‌های سیاسی هم به استادیوم آورده بودند، مثل این یکی که از کشورهای اروپایی سابق چکسلواکی و یوگسلاوی میگوید. مردم یکی مسالمت‌آمیز جدا شدند و آن یکی با خشونت و دردسر. حرفای گزارشگر تبریزی هم نمک به زخم آنهایی بود که بازی را از تلویزیون دنبال می‌کردند. پنجمین تیم پرطرفدار جهان 1، دومین تیم پرطرفدار ایران 0. معلوم نیست فوتبال ایران که خودش همچنان یکی از بزرگترین تبعیض‌ها را در راه ندادن زنان به استادیوم‌ها حل نکرده تا چه اندازه می‌تواند محتوای سیاسی و تبعیض‌آمیز روی سکوها را تحمل کند. پوریا جعفری، بی بی سی. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما هستند. آقای یونسی پور، شما مدتی مشاور رسانه‌ای مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی بودید، مدت‌ها قبل البته. چرا اینقدر بازی‌های این سال‌ها در مقایسه با گذشته پرحاشیه شده و به این شکل در اومده؟ خب آقای موسوی، من خیلی خوشحالم که لااقل در این بخش اول میتونم حالا نه فقط از حالا به قول معروف یک میهمان یا به زعمی حالا کارشناس، به عنوان کسی که ناظر بوده و به عینه دیده، کسی که دو سال قریب به دو سال در باشگاه تراکتورسازی حضور داشت، واقعا بدون اغراق میگم برای من افتخاری بود. و همینطور مدت 3 ماه هم در پادگان قاضی طباطبایی تبریز دوران آموزشی مسپری کردم، با جو اجتماعی فرهنگی اون شهر و همینطور ساختار حتی فوتبالیش به شدت آشنا هستم. ببینین، من برای شما یک مثال خیلی ساده میزنم. اون زمانی که ما سال 84 و 85 در باشگاه تراکتورسازی حضور داشتیم، این باشگاه بازیاش در 2 ورزشگاه برگزار شد، با ورزشگاه باغ شمال که در مرکز این شهر وجود داره، براتون اگه بخوام مثال بزنم، مثلا مثل ورزشگاه عضدی رش یا ورزشگاه شیرودی تهران، و همینطور بعد به ورزشگاه یادگار امام رفت که البته اون زمان هم مدیریت چندان تمایلی نداشت، بخاطر اینکه میگفتن از شهر دور هستش، اما دستور بود از سوی نهادهای امنیتی. من به ذرس قاطع عرض میکنم، بنده ای که 17 سال در ایران کار رسانه‌ای کردم، هرگز هیچ ورزشگاهی رو ندیدم که تا این حد جو ورزشگاهش عاری از شعارهای جنسیتی باشه. بازی شیرین فراز کرمانشاه، تیمی از کرمانشاه که مشخصا معلومه مال چه قومیتی است، و تراکتورسازی تبریز برای پلی‌آفی که تراکتور باید صعود می‌کرد به لیگ برتر، 80,000 تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام حضور داشت. 2 اشتباه وحشتناک و البته سهوی داور باعث شد که تراکتورسازی شکست بخوره و به لیگ برتر نرسه. حتی 1 نفر شعار جنسیتی یا توهین به داور بازی نکرد.
آخر بازی فریادهایی بود، اعتراضهایی بود، ولی ناگهان جو این ورزشگاه از سال 88 به بعد، از زمانی که این باشگاه در اختیار سپاه عاشورای تبریز قرار میگیره، واقعا باید ببینیم چه اتفاقی میفته که تبدیل میشه به جایی که محل شعارهای قومیتی، تبدیل میشه به جایی که رکیک ترین الفاظ ما داریم میشنویم، تبدیل به جایی میشه که هوادار استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاه‌ها جرأت حضور در این ورزشگاه رو ندارن. من شخصا به عنوان یک هوادار فوتبال اینو عرض میکنم که دلتنگ اون جو فوق‌العاده‌ای هستم که در باغ شمال میدیم و خانوم‌ها میومدن روی سقف منازل اطراف ورزشگاه و بازی رو تماشا میکردن، و شما اگر کوچکترین شعاری در مورد داور یا بازیکنان حریف شنیدین امکان نداشت. در هر صورت الان مقام‌های حکومتی سعی میکنن اوضاع رو کنترل بکنند. برخورد اونها با این قضایا از نظر شما چطور بوده؟ ببینید، مسئله اصلی اینه که در سال 1391 علی دایی که امروز هم پست اینستاگرامی منتشر کرده، خودش آذری هستش، از ترک‌های فوتبال ایران هست و گفته که با تجزیه طلبی مقابله بکنیم، گفت اختار داد، گفت کسایی که دارن میان به ورزشگاه ها دنبال اهداف دیگری هستن. ببینید، در گزارش مهدی رستم‌پور، در گزارشی که پخش کردیم، مهدی رستم‌پور عزیز جمله خوبی گفتش، گفتش که خرداد ماه امسال باشگاه تراکتورسازی از این کانال های هواداری اعلام براءت کرد. اما خب سوالی که من از باشگاه تراکتورسازی دارم اینه، اگر این کانال های هواداری با 2 میلیون بازدید کننده و فالوور هیچ نسبتی با باشگاه تراکتورسازی و مدیریت آقای محمد رضا زنوزی نداره، چطور از تمرینات از تمرینات پشت درهای بسته باشگاه تراکتورسازی عکس و فیلم داره؟ ببینید، الان کار به جایی رسیده که بعد از سالها ورود پرچم ترکیه، ورود پرچم آذربایجان، شعارها و بنرهای تفرقه انگیزی که به نظر من مختص به تمامی اون شهر نیست، شاهد این هستیم که وزارت ورزش و وزارت اطلاعات کارگروهی تشکیل میدن، 7 نفر بازداشت میشه. خیلی پیش از اینها، سالهای 88 89 90 میشد با یک رفتار مسالمت‌آمیز مثل همه آنچه که در همه ورزشگاه میبینیم. شما نمیتونید توی ورزشگاه کشور خودکار و یا کاغذی رو وارد ورزشگاه بکنید، در صورتی که اگر خبرنگار نباشین چطور ممکنه این همه سال این شعارها، این بنرها، این پرچمها بدون هیچ گونه مشکلی وارد ورزشگاه یادگار امام تبریز شده باشه؟ ممنونم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما. معترضان عراقی امروز هم در بغداد به خیابان‌ها رفتند. منابع بیمارستانی و امنیتی میگویند در تجمعات دیشب دست کم 1 نفر کشته شد و 10 نفر هم زخمی شدند. مخالفان دولت همچنین راه‌های منتهی به بندر ام قصر در نزدیکی بصره را بستند، بندری که بخش مهمی از واردات غلات و روغن از طریق آن صورت می‌گیرد. فیروز اکبریان گزارش می‌دهد. معترضانی که روز و شب نمی‌شناسند، از 1 ماه پیش در تظاهراتی ضد دولتی به خیابان‌ها آمدند و می‌خواهند دولت برود. می‌گویند از فساد خسته شده‌اند. به اعتراض ملحق شدم چون می‌خوام حق و حقوقم رو پس بگیرم. ما می‌خوایم کشورمون رو پس بگیریم. من خونم رو رها کردم تا به معترضان ملحق بشم. اومدم تا آب و موز و پرتقال به خرج خودم بین معترضان توزیع کنم. اونا رو به قهرمان‌ها میدم. اونا پسرای منن. اونا از ما محافظت می‌کنن. و این میدان تحریر دیشب، هزاران نفر اینجا جمع شدند. منابع بیمارستانی و امنیتی میگویند در درگیری‌های شنبه شب 1 نفر کشته شد، 10 نفر زخمی شدند. ساختمانی رو به میدان تحریر که به نماد اعتراض‌ها بدل شده. این ساختمان خالی حالا خانه موقت معترضان است. در تظاهرات اول اکتبر پلیس ضد شورش از بالای این ساختمان به سمت ما گاز اشک‌آور می‌زد و تیراندازی می‌کرد. برای همین ما این ساختمان رو به کنترل درآوردیم. نیروهای امنیتی چند باری تلاش کردند ما را از ساختمان بیرون کنند، اما موفق نشدند. کشته‌های زیادی دادیم، اما از این ساختمان خارج نمی‌شیم چون رو به میدان تحریره. و این هم تجمع معلولان در بغداد. آنها به معترضان عراقی پیوستند. حق و حقوق ما سالها به خاطر فساد مالی، اداری و حقوقی نادیده گرفته شده. متاسفانه خواسته های ما برای نخست وزیر مهم نیست. اون هم وقتی 4 میلیون از جمعیت معلولند.
معترضان گاهی علیه دخالت‌های کشورهای منطقه از جمله ایران در امور کشورشان شعار می‌دهند. بعضی از منابع می‌گویند معترضان در نجف نام خیابان اصلی شهر را که 3 سال پیش به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده بود به شهدای اکتبر تغییر دادند. لقد كان الاخ رئيس الوزراء رئیس جمهوری چند روز پیش گفت موافق برگزاری انتخابات زودرس است و نخست وزیر هم قبول کرده کنار برود. وعده های او اما معترضان را راضی نکرده. هزاران نفر از معترضان دیروز همه جاده های منتهی به بندر ام قصر در نزدیکی بصره را بستند. بندری که بخش مهمی از واردات غلات و روغن از طریق آن صورت می گیرد. وزیر بازرگانی عراق میگوید ادامه اعتراض‌ها باعث شده که تخلیه مواد غذایی در این بندر با تأخیر صورت بگیرد. در اعتراض‌های یک ماه اخیر بیش از 250 نفر کشته شدند. معترضان میگویند تا به خواسته‌هایشان نرسند در خیابان‌ها میمانند. خیابان‌هایی که گاهی جای سوزن انداختن در آنها نیست. فیروزه اکبریان، BBC. از این به بعد در ایستگاه فضایی بین المللی میتونن آشپزی کنند. یک اجاق فضایی دیروز همراه مواد لازم برای پخت شیرینی برای فضانوردان پرتاب شد. مهدی بیگی گزارش میده. 3 2 1 اجاق فضایی پیش به سوی ایستگاه بین المللی. فضانوردان هوس شیرینی شکلاتی کردند. خب فضا رفتند، دلشان را که زمین جان نگذاشتند. چه چیزی بهتر از غذا و شیرینی تازه؟ فضانوردها همیشه دنبال بهتر کردن منوی غذاشون هستند. در این مورد شرکت زیرو جی کیچن به ناسا پیشنهاد ساخت یک اجاق رو داد و ناسا هم قبول کرد و بعد به کمک شرکت نانو راکس ساخته شد. اجاق این است. نامش زیرو جیست، یعنی بی جاذبه. البته احتمالاً برای فضانوردان جذاب باشد. داخلش استوانه شکل است و ظرف‌های مخصوصی برایش تهیه شده. مواد غذایی را داخل کیسه‌های سیلیکونی و سینی‌های خاصی در اجاق قرار می‌دهند تا بپزد. در فضا ایجاد حرارت مثل اجاق خانگی سخت یا غیر ممکن است. بنابراین برای گرم کردن اجاق از المنت‌های برقی استفاده می‌شود. درست مثل توستر. حد اکثر دمای داخل اجاق 177 درجه سانتیگراد است. در مدل اولیه اجاق فضایی پختن اولویت اول است. البته گفته شده این قابلیت را دارد که بعدها با ایجاد تغییراتی در آن بشود دیگر روش‌های پخت از جمله سرخ کردن و برشته کردن را هم امتحان کرد. معلوم نیست، شاید روزی فضانوردان در فضا کباب کوبیده هم بخورند. فعلا اما میخواهند شیرینی بپزند. این شیرینی که خمیر و مواد دیگرش را هتل زنجیره‌ای دبل تری بای هیلتون تهیه کرده. غذای تازه برای فضانوردها حیاتیه. کسی دوست نداره هر روز غذای آماده بخوره. همه تنوع رو دوست دارن و دلشون میخواد غذای تازه بخورن. این از لحاظ روانی کمکشون میکنه. مزه مهمه و اینکه راحتی خونه رو در فضا هم داشته باشید. اولین غذایی که در فضا پخته خواهد شد. البته مزه‌اش را فعلا کسی نمی‌داند. علاوه بر مواد شیرینی، چند بسته شیرینی پخته شده هم برای فضانوردان فرستاده شده تا در صورت سوختن یا خمیر شدن شیرینی بی‌نصیب نمانند. مهدی بیگی، BBC. این هم پایان شیرین برای شما عزیزی که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. ممنونم از همراهی شما.